بنده پیر حسین خان اکمال زاده که استاد سبا بود، مختاری ابراهیم خان منصوری پیش اون کار کرده، سبا حسین یعقی پیش اون کار کرده، هر کی اساسی قدیم دادیم مولاشون مرادشون حسین اکمال زاده بود. من میرفتم پیش این، بعد میگفت که داشت حسین، من میگفت داشت حسین، داشت حسین هر کی ما چهار متر و رنگ داریم اینو یاد بگیر، تو دلت بگو بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه، بله و بله و بله دیگه. این گفت هر چهار متر بود با این بزن، این میشه چهار متر. این گفت دو ضربی ها رو بزن 125. حالا میفهمیم که حالا میخوام بگیم 627 باید همین میشه. حسین تهرانی سپس نزد استاد ابوالحسن سبا به تکمیل این هنر پرداخت و اصول علمی ضرب را فرا گرفت و بعداً در کلاس درس استاد روح الله خالقی وزن شناسی و نطخانی را تکمیل کرد و از سال 1323 در هنرستان موسیقی ملی رسماً به عنوان استاد ضرب به تدریس مشغول شد. مرتضی عبدالرسولی خوشنویس معروف که خود از شاگردان ممتاز حبیب سمائی است و مجموعه گرانبهایی از عکس‌ها و نوارها و شرح حال موسیقی دانان و خوانندگان و نوازندگان ایران فراهم کرده، گفتگوی جالبی با شادروان حسین تهرانی داشته است که بر روی نوار ضبط شده. این گفتگو در تیر ماه 1350 انجام گرفته است. ولی من هر چی دارم از پیش کسوتهای خودم دارم. خدا رحمت کنه رضا روان بخشو، خدا بیامرزه ته، خدا میتی قیاسی رو از هم که نگرش داره. البته اینا خوب ضرب میگرفتن، واقعا اگه اینا نبودن من چیزی نمیتونستم بشم، الهام گرفتم از اینا. ولی واقعا روی اصول ریاضی که به حساب بیاریم ضرب نبود، ساز هر چی میزد ضرب همراهش میرفت. من که مثلا میزد او من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، از نام بستن از اون به که ببندی سر ضربا رو مرتب دارو میدم، یعنی این باز رو اون میدهد. من ندانستم از اول که تو هر کجا میزد سازنی میکشید اینم میکشید، اون هر کجا میرد هم باش میرد. حالا ما اومدیم ضرب رو سه قسم کردیم، یعنی سه قسمتش کردیم. یه باز داریم وسط، این میگیم باز صحیح. یه وسط داریم، این باز وسط کنار صحیح. سه تا صدا میشنم بیدارن شما صحیح. این مالی قسمت کردن ضربه بود صحیح. راجع به انگوش گذاری ها، اون وقت انگوش گذاری ها رو همش رو پوست بود، میزد باز که نداشت تپ میزد، اینه میزد، اینه نمیزد صحیح، اینه میزد. و ثانیت من حالا اومدم نصف انگشتم رو پوسته نصفش رو چوبه، میزنم بازم دارم تپ ندارم، میزنم بعد از کنم ریز داشتن، ولی ریز شلاقی داشتن مثل زورخونه،
با ساعد میزده همون کار زورخونه کار زورخونه صحیح ما آمدیم ریزو سوپرزش دادیم با پنجه میزنیم حالا ریزو با ساعد نیست خود انگوشت ها حرکت نمی کنی. به توسط مچ حرکت می کنی. میشه این مثل بارو می از اول میخوام شروع کنیم به شگر درس بدم میشه این زنده باش زنده باش اون وقت اشاره این دوتا انگشت اول سبابه است این وسطی چی میگن؟ بنسر سبابه و بنسر میفته رو هم با باز رو چوبا هم هر کار میکنی یکی ترموله با دو انگشت اینا نداشتیم این کروماتیکو نداشتیم با پشت شست وسط پوست رو میگیرم به اسم ما میگیم سوردین سوردین رو پوست میذارم بعد با انگشتای که وسط این پرده این پرده بالا میره بردی میرم بالا بالا صحیح. اون وقت یه کار دیگه که مثل پیانو دست چپ یه کار داره دست راست یه کار دیگه داره مثلا میزنی تهرانی در مورد خصوصیات ریتم نظرش را چنین بیان می کند شما لقمه که می جوید بدونی که شما خودتون بدونی فاصله جویدنتون یکیست موجه که به هم می زدی بدونی که خودتون بدونی فاصله هاش یکیست نفس که می کشید دکتر که میگه سنکوب کرد آقا وقت که ناموزونه نامتعادله ها که بمیرم وزنش به هم بخوره وزنش به هم بخوره یکی تو کوچه شله بهش نگاه میکنن برای اینکه موضوع را نمیره وای به موزیک دیگه اصلا کن و مکان ما به موزیک چیکار داره همش ریتم زمانه هزارم ثانیه پس چیش بشه